1400، سالی که هرچه پیش می رفت، سفره ایرانیان کوچکتر می شد. تعلل در واکسیناسیون تولید را فلج کرده و نرخ تورم نقطه‌ای به 50% رسیده. اعتراضات معیشتی و صنفی معلمان ادامه دارد. افراد کم بضاعت کارت ملیشان را 200,000 تومان اجاره می دهند برای تأمین معاش. با سلام. امروز رئیس کانون انجمن صنفی کارگران می گوید با تورم موجود افزایش حقوق سال جاری کارگران نه تنها خونسا بلکه نابود شده. شده 330,000 تومان. اعتصاب پالایشگاه نفت. اعتصابات سراسری کارگران صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد که هفته ها ادامه داشت. شمار زیادی از تشکل‌های صنفی اعلام همبستگی کرده اند. شمار زیادی از کارکنان بخش سلامت 4 سال از حقوق کارانشان عقب افتاده. اما رئیس جمهور مملکت طنز تلخ انقلاب فرانسه را تکرار می کند. مردم اگر نان ندارند، به جایش کیک بخورند. مسلماً اگر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز یا گوشت مرغ حرکت بکنه به سمت آبزیان، خب یک تحول بزرگی است. سیب زمینی، 4 دونه پیاز و یه بسته فرنگی 86,000 تومان علاوه بر کتله. پای مرغ بازار پیدا کرده. دنبه کیلویی 80 و استخوان خالی کیلویی 45,000 تومان شده. در علم اقتصاد به این کالاها کالای پس گفته می شود. نوعی از کالا که در جنگ، قحطی و فلاکت بازار پیدا نیروی در رئیسی در نخستین جلسه هیئت دولت می گوید تأمین معیشت مردم از اولویت هاست. یک مقام سازمان حسابرسی کشور میگوید میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی را نمیتوان پنهان کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید 40 میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک آنی دارند. وزارت سمت چشمش را به روی عوامل تورمزا بسته و میگوید معضل اصلی بازار برچسب‌های قیمتی است و شرکت‌ها باید قیمت تولید کننده را روی کالاها درج کنند. آمار نامبه او میگوید تهرانی ها در کنار شهروندان سوریه و غنا کمترین قدرت خرید مسکن را در جهان دارند. رتبه بندی مؤسسات معتبر نشان میدهد ایران در 1/3 انتهای جدول استاندارد زندگی در جهان قرار دارد. در رتبه بندی منطقه آسیا ایران در جایگاه آخر و پایین تر از بنگلادش، سریلانکا، فیلیپین و ویتنام قرار گرفته. در دومین سالگرد اعتراضات معیشتی آبان 98، یکی از نهادهای امنیتی از رشد 300% نارضایتی اجتماعی طی 1 سال گفته و هشدار داده که جامعه در آستانه انفجار است. و اما روی کرده دولت، معاون اقتصادی رئیسی در نامه‌ای محرمانه دستگاه‌های زیربط را ملزم به انجام عملیات تبلیغاتی برای کنترل نارضایتی عمومی از وضع اقتصاد می‌کند. همزمان آمار دفتر ریاست جمهوری نشان می‌دهد موضوع 70% از نامه‌های مردمی به ابراهیم رئیسی درخواست کمک مالی و معیشتی است. در حالی که تورم کل به بالای 41% رسیده و 90% از خوراکی‌های پرمصرف تورمی فراتر از حد بحرانی داشتند، رئیس جمهور سطح دغدغه‌های خود را این گونه به نمایش می‌گذارد. شما نهارم دادن اینجا نه؟ تو خسته هست سیمشون هست رقمتگاه. تو فکر کرده ای که روسیه میذاره بغلش یک کشوری هست سیمه و تو بیار احمق. با تعیین حداقل دستمزد دریافتی کارگران برای سال آینده به 6.5 میلیون تومان رسیده، در حالی که هزینه سبد معیشت 9 میلیون تومان است. حرف تمام ملت. نظرسنجی دانشگاه امام صادق از نهادهای خودی حکومت میگوید تنها 1/3 از مردم امیدوارند که وضع اقتصادی کشور بهتر شود. 38% میگویند اوضاع بدتر هم خواهد شد. بکشن کنار یک کاربلدی بیایه. شما ما بدبخت کردن با قرآن.